با سلام، 81 برنامه زیر آسمان پاریس رو با 3 گزارش مشاهده خواهید کرد. همونطور که حدس میزنید همچنان مسائل مربوط به حوادث تروریستی که در پاریس اتفاق افتاد مطرح است و در زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار میگیرد. هفته پیش تکه کوتاهی از یک گردهمایی رو خدمتتون معرفی کردم با حضور امام جمعه درانسی، آقای شلقومی، که خود او تهدید به مرگ شده و در مراقبت دائم دو پلیس زندگی میکنه. امام جمعه معتدل و بسیار آگاه به تمام زوایای مذهبی و اجتماعی است. این گزارش رو به ترتیب روال اتفاق گفته، تکایش رو طبیعتاً خواهید دید، برای اینکه حدود 90 دقیقه طول کشید. و در ابتدا یک گفتگوی کوتاه با آقای شلقومی. با سپاس بی‌حد از اینکه گفتگوی اختصاصی با ما را پذیرفتید. بعد از سخنان پاپ و یا سخنگوی وزارت خارجه خانم افخم، آیا به نظر شما کاریکاتور تازه پیامبر از دیدگاه اسلام در نشریه شارلی ابدو با انعطاف و تحمل باید پذیرفت، یا اینکه این انتقاد از نظر شما خلاف اسلام است؟ La tolérance entre l'acte, on peut critiquer, on peut refuser d'accepter, mais on peut pas faire une propagande de haine contre ces personnes. به نظر من نمیتوان مبلغ تنفر بود. برای شارلی ابدو آزادی مقدس است، برای ما هم پیامبر و آنچه که به او مربوط میشود مقدس است. در نتیجه اگر شارلی ابدو نمیتواند حد و مرزی را باور کند و بپذیرد، ما میتوانیم در دیدگاهی متفاوت ولی بی آن که با زور و خشونت همراه باشد سخن بگوییم، چون به نوعی ما نیز در حال تبلیغ برای شارلی ابدو خواهیم بود. آنها از آزادی این باور را دارند و ما با انتقاد از خشونت. به نظر من زیاد نباید در این باره سخن گفت. من نظر خاصی برای این گفته حکومت ایران ندارم، چون نمیخواهم بحث سیاسی داشته باشم. در مورد جمله سخنگوی وزارت خارجه خانم افخم، من گفته های ایشان را شنیدم، اما موضوع مهمتری نیز مطرح است. قاتلان روزنامه نگاران و پلیس هم خواستند پیامبر را به قتل برسانند. آنچه مهم است تصویر پیامبر است. آیا واقعا آنچه که رخ داد خواسته و تصویر پیامبر بوده است؟ من چنین نگاهی ندارم. هر گفته ای را با گفته ای و یا با نوشته ای باید پاسخ داد، کاریکاتور با کاریکاتور. این همه خشونت و برهم زدن با حرکات احمقانه برای چه؟ می شود هنر را نپسندید، اما فرد را باید محترم داشت. می توانیم مخالف در موضوع باشیم، مخالف دروغ باشیم، اما گوینده دروغ را می توان بخشید، با او گفتگو کرد و مسائل دشوارتر و مهمتری را توجه داشت. آقای شلقومی، می دانید که هر روز به نام خداوند می کشند، مسلمانانی که به نام اسلام برادر کشی می کنند. بله، شنیدم. قبل از اعدام ها میگویند به نام خداوند و سپس اعدام میکنند. باور کردنی نیست وحشی هایی که وحشیگریشان را توجیه میکنند. پروردگار بزرگتر از تنفر است و ما عبادت کنندگان باید مکتبمان چنین باشد. و ما سپس در مراسم، ابتدا هارولد ایمن، روزنامه نگار و صاحب برنامه در تلویزیون BFM، به معرفی 4 سخنران می پردازد که قرار است وضعیت امروز فرانسه را به قول او در برابر موضع و موضوع جهادیون به بحث بگذارند. لیدیا گیروس نویسنده کتاب الله بزرگ است، جمهوری هم. حسن شلقومی، امام جمعه شهرک درانسی. برناردو ویلاردیر، روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون، که گزارشی را در ماه دسامبر در همین ارتباط از تلویزیون پخش کرد. و غالب بن شیخ، فیلسوف و نویسنده و اسلام شناس.
در ابتدای مراسم به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت اعلام می شود که گویاترین است و به دلیل نزدیکی این نشست یک هفته با زمان اتفاق سنگین ترین سکوت فضا کاملا قابل لمس است. برناردو ویلاردیر می گوید با آمار شروع کنیم که اگر با دقت و اطمینان کامل نمی توان گفت، اما بیش از 1000 نفر فرانسوی در کنار جهادیون در عراق و سوریه به سر می برند و حدود 200 نفر هم همکنون در خاک فرانسه حضور دارند. حدود 50 نفری نیز در زندان هستند و می دانیم زندان مکتب و تماس این گروه با سایر زندانیان است. یک مقام امنیتی به من می گفت 10 سال پیش 40 نفر بودند و تحت نظر، اما امروز از مرز 1000 تن فراتر رفتند. در بریتانیا شمار افراطیون به 20,000 نفر رسیده است. هر بار از دستگیری آنها صحبت می شود فقط چند خطی می نویسند تا اطلاعات زیادی منتشر نشود. می دانیم که تعدادی از این افراد قبلا کاتولیک بودند اما به اسلام رو آوردند. گمان نکنیم که اینها تماما از خانواده های فقیر هستند. 11 سپتامبر و هواپیما ربایان را به یاد بیاورید، دانشجو و یا از خانواده های مرفه نیز بودند. امام شلقومی می گوید ابتدا ببینیم جوانان ما چگونه به انزوا و افراط می روند؟ آیا مستقیما در تماس با جهادیون یا با اینترنت و یا متاسفانه در زندان و جمع تبهکاران؟ درست مثل یک ویروس که به سراغ شما می آید. آمار می گوید 60% از طریق اینترنت بدون آنکه حتی پا به مسجد گذاشته باشند. من به شهر کن و نیس در جنوب فرانسه رفته بودم. والدین آنها به من گفتند فرزندان ما هرگز پا به مسجد نگذاشته بودند و همانطور که گفتم بیشترشان با اینترنت. همین امروز به من گفتند امامهایی در منطقه هستند که با حضور مترجم از طریق فیسبوک با جوانانی که اغلب سرخورده و خواهان انصاف و عدالت و پاسخگویی به پرسش‌های خود هستند می‌نشینند. درباره زندان 10 سالی است که گفتند و می‌گوییم. برای من روشن است که در زندان‌ها نماز جمعه وجود ندارد، ولی مذهب فردی و گروهی هر روز بیشتر می‌شود. می‌دانید در برخی از کشورها نماز جمعه در زندان‌ها ممنوع است، پس گرد همایی کوچکتر در سلول‌ها انجام می‌گیرد. اتفاقات اخیر در سوریه زمین و زمان مناسبی برای آنها به وجود آورده است. لیدیا گروس نویسنده میگوید من همان گونه که در کتابم نوشتم و 3 ماه پیش هم چاپ شده این ادعا را محرومین بین المللی نام دادم. نویسنده کتاب الله بزرگ است و جمهوری سپس ادامه میدهد اینها جوانانی هستند که دائما طلبکار از جامعه هستند بی آنکه خودشان شراکت و یا تلاشی در آن داشته باشند. قطعا آنها حقوقی دارند اما وظایفی هم متوجه آنها هست و سپس تأثیر پذیری آنها در برابر اطرافیانشان می باشد. برادران کواشی در پاریس و هومه زندگی می کردند. خیلی گمان نمی کنم که شب با اینترنت خوابیدند و صبح یک جهادی بیدار شدند. من گمانم بیشتر بر این است که افرادی در نقش راهنما و جمع آوری کننده فعالند. Le Coran et puis je vais devenir djihadiste. غالب بن شیخ در ابتدا تأکید می کند آنچه می گویم توهین به مذهب و کتاب نیست، زیرا بارها می شنویم و بلافاصله این جمله را به ما تحویل می دهند که نه، این ربطی به اسلام ندارد و تفسیر و تحلیل ضد گفته های من را جلوی ما می گذارند. ما هنوز تفاوت ها و موضوعات را نمی شناسیم، آرامش بخشش را نمی فهمیم. وقتی بدانیم متاسفانه خشونت و جهادگری هم در لابلای گفته ها تفسیر شده است، در نتیجه ریشه یابی الزاماً در فرانسه و یا در جهان اسلام بایستی دقیق تر محک زده شود.
من با اطمینان به شما میگویم که گفته ها و خواسته های من را نمی شناختند. هم اکنون هم نمی شناسیم که به اینجا رسیدیم. آن روزها دنبال عدالت جامعه بودیم. توقف نژاد پرستی، توقف ارزش گذاری تفاوت ها، لایسیته. در نتیجه وقتی پاسخ مطلوب نیامد، پاسخ در مذهبی بودن و مذهبی شدن به ذهن جوانان خطور کرد. روزنامه نگار خوب آن است که افکار لازم و تجسس لازم را به وجود بیاورد، نه آن که مرتبا گفته های خودش را به دیگران دیکته کند و خوشبختانه که امشب چنین نیست. برنارد ویلاردیر خطاب به نویسنده خانم لیدیا گیروس میگوید: من هفته پیش ایشان را در برنامه تلویزیونی خودم دعوت کردم، چون کتابش را خواندم و با آنهایی که او را اسلام ستیز می نامند مخالفم. اما گفته های امروز من روایت تمام تحقیقات بود و نه یک بخش. این بحث طولانی را که بیش از 115 دقیقه و همراه با پرسش و پاسخ می باشد، در روزهای آینده با ترجمه کامل منتشر خواهیم کرد. اما پرسش یکی از حاضرین هم در این سوال و جواب ها قابل شنیدن است. برای من در مقام یک امنیتی و آگاه به پرونده ها خیلی جالب است مطالبی را که میگویید، اما کمی فرانسه و فرانسوی است. من چند پرسش دارم درباره ماهیت و ریشه بدی که به نظر من، و این فقط نظر من که آشنا به موضوع و پرونده است، از جمله تولد اخوان المسلمین. یا تولد اولین جمهوری اسلامی در سال 1979 که خودمان به طور وسیع با غرب در آن شرکت کردیم و آیت الله را در آنجا به قدرت نشاندیم و همین امر و حوادث دیگری که به دنبال آمد. خود من در آنچه که میگویم به عنوان یک فرد اطلاعاتی امنیتی حضور داشتم، به خصوص در لبنان. آنچه که جالب است این خواهد بود که شما درباره نفوذ آنها در غرب سخن بگویید. جهادیون مهره ای از یک زنجیر بزرگ هستند. شاید در انتخاب کلمه و جمله اشتباه کنم، منظورم بین المللی بودن آن است. برای مثال حضورشان در سه جبهه ایدئولوژی، فلسفی و مالی و نظامی. مشکل کشتن عده‌ای به دست دو سه نفر نیست، باید فراتر دید و فراتر رفت. من مقام بالایی در سرویس های امنیتی نداشتم، اما آنچه که امروز می‌گذرد از قبل می‌دانستیم و قابل حدس بود. اما بعد از 11 سپتامبر از القاعده و جیا به مسلمانان الجزایری و چندین گروهک رسیدیم و حالا 15 گروه فعال که هر زمان و در هر مکان می توانند حضور داشته باشند و به این ترتیب بحث و نظر از یک کنفرانس و یک برنامه تلویزیونی بسیار فراتر می رود. و ما بعد از این گزارش با شنیده ها و دیده ها، چه موافق و چه مخالف با موضوعات شنیده شده، شاید که چنین نشست هایی مهمترین اثرش تفکر هست. اینکه چه می اندیشیم، چقدر موافق و چقدر مخالف. گزارش بعدی موسیقی، درویش خان، سارا حمیدی، خانم بهکامه ایزدپناه. گزارش رو به نوعی خواهید دید که احتیاجی به معرفی بیشتر از سوی من نخواهد بود. امیدوارم مانند همه حضار در این کنسرت شما هم از شنیدن این قطعات لذت ببرید. Thank you.
این جهان بی من مباش، این جهان بی من مباش، آن جهان کنسرواتوار شهر نانتق بود که این شب رو چون خانم سارا حمیدی که با ما همکاری کردن، در اصل ایشون ایده از ایشون اومد که این برنامه رو توی کنسرواتوار اجرا بکنیم برای معرفی موسیقیمون به فرانسوی ها به خصوص، و ما هم دیدیم که چون این تاریخی که به اون پیشنهاد شده 22 نوامبر 28 نوامبر نزدیک به 22 نوامبر بود که در واقع سالگرد مرگ درویش خان بود، به همین دلیل ما این برنامه رو گفتیم بزرگداشتی بگیریم برای درویش خان، به یاد درویش خان در واقع اجرا کردیم با اجرای قطعاتش.
درویش خان نسبت میدن که مثلا ساختن پیش درآمد، یعنی ابداع پیش درآمد. پیش درآمد در واقع یک قطعه که اول یک برنامه اجرا نواخته میشه که همه موزیسین ها در واقع اونو اجرا میکنن و چون اول برنامه اجرا میشه معمولا ریتم آرامی داره، سنگینی داره و در واقع ایده هم از اینجا اومده که خب وقتی میشستن کنسرتی اجرا کنن همه موزیسین ها بودن، هر کی سولو میزده اون میزده اون جواب میداده و دیگران باید میشستن. بعد ایده ای که میاد از درویش خان و رکن‌الدین خان که خب یه قطعه بزنیم همه با هم، ریتمیک هم باید باشه چون همه با هم میخوان شرکت کنن و اینجوری میشه که ایده پیش درآمد میاد. و چرا اسمشو میذارن پیش درآمد؟ چون که قبل از درآمد میاد، درآمد اولین گوشه یه که معمولا در موسیقی ایرانی اجرا میشه، پیش درآمد، به خاطر همین بهش میگن پیش درآمد. از جمله چیزای دیگه‌ای که باز به درویش خان نسبت میدن اضافه کردن سیم ششم تاره، چون تار تا اون روز 5 سیم داشته و سیمی که در واقع دوبله سیم بم میشه رو به درویش خان نسبت میدن. ما 5 بودیم، خانم حمیدی که خب خودش اصلا ایده این کنسرت از ایشون اومده بود چون که ایشون خودشون دانشجوی اینجا هستن و آواز کلاسیک کار میکنن و باز شانس آشنایی با 2 موزیسین خیلی خوب داشتیم که 2 برادر هستن، آقای نیما و مانی ببخشید و پویا خوشروش، موزیسین بسیار خوبی هستن، جوانن ولی با سن کمیشون بسیار مسلطن به سازشون و دوست دیگری که فرانسویه ولی خب خوب موسیقی ایرانی رو درست فهمیده و با ما تنبک میزد، ژرم سالومو اسمشه که مدت هاست متمرکز رو موسیقی ایرانی. و حالا در پایان این برنامه، همونطور که میدونید اتفاقاتی که در پاریس فرهنگی یا سیاسی شاهدش هستیم گاه تعدادش آنچنان است که انعکاس اون در برنامه زیر آسمان پاریس در همان هفته های اول میسر نیست، گاه به ضرورت خبر، گاه یا به حجم و زمان گزارشات. از جمله نشستی که انجمن جمهوری خواهان در پاریس داشت، البته این گزارش رو زمانی که مشاهده بکنید بخش دومش رو ناگهان تمام شده به حساب نیاورید و فقط از آنجا که رأی گیری و مسائل داخلی این انجمن بود ترجیح دادیم که در این گزارش نگنجونیم و پایان این گزارش خواسته شده و عمدی است.
در 22 ژوئن 2014 در همین سالن نشست پایه‌گذار انجمن جمهوری خواهان پاریس برگزار شد و در این نشست ما منشور و اساسنامه انجمن رو تصویب کردیم، شورای هماهنگی رو انتخاب کردیم، ولی به علت کمبود وقت برنامه یک ساله آینده رو و گروه های کار رو گذاشتیم برای یک همایش بعد. شورای هماهنگی 7 جلسه داشته که توی این جلسات بیشتر به بررسی وضعیت به اصطلاح جمهوری خواهان در پاریس، نیروهایی که ما میتونیم باشون تماس داشته باشیم، آشنایی خود اعضای شورا با هم دیگه، تقسیم کار بین اعضای شورا و یک مقداری به اصطلاح در این زمینه ها جلسات شورا گذشته. یکی از مسائل مهمی که برای شورا مطرح بودش قبل از این همایش و میخواستیم که این کار انجام بشه، ثبت انجمن بود که توی جلسات شورا راجبش صحبت کردیم، برای آدرس با مرکز بین المللی فرهنگ مردمی تماس گرفتیم. این یک نهادی هستش که از 40 سال پیش در پاریس به وسیله نیروهای مترقی فرانسوی تشکیل شده و تعداد زیادی بیش از 100 تا انجمن‌های مترقی اونجا به اصطلاح آدرس و دفتر دارن و سالن و یه مقدار امکانات هستش که ازش استفاده میشه. در این بخش دوستان آمریکا، البته پیامش رو اینجا من دارم که گذاشته بودیم که اگر از بعد حادثه نتونیم خود این دوستان داشته باشیم پیام رو بخونم، ولی الان خوشبختانه خودشون حضور دارن، پیامی رو برای همایش ما تهیه کردن، پیامشون رو میخونن. دوستان گرامی، انجمن جمهوری خواهان پاریس، گرمترین شادباشهای ما را به مناسبت برگزاری نخستین همایش عمومی انجمن خود بپذیرید. نیک آگاهید که اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران اوستا از آغاز کار بر پایه ساختار انجمن محوری بنیان نهاده شده و اینک با حفظ همین ساختار در آستانه برگزاری همایش بعدتر با دوستان سازمان جمهوری خواهان ایران سجا در نیویورک است. از این رو پیدایش و فعالیت انجمن شما در یکی از مهمترین شهرهای تمرکز ایرانیان در خارج از کشور نه تنها برای ما مسرت بخش و امیدوار کننده است، بلکه بر ایجاد یک سازمان متحد و فراگیر جمهوری خواهان در برون مرز بر پایه توانا ساختن انجمنهای محلی از ایرانیان جمهوری خواه می باشد. ما امیدواریم که انجمن شما در آینده نزدیک بخشی از یک کنگره متحد همه انجمنها و افراد جمهوری خواه باشد که با باور به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و حکومت تبعیض‌گرای مذهبی از مبارزات مردم ایران برای بنای یک جمهوری پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی. خب من ضمن سلام به بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا و تشکر از شما که همچین فرصتی رو در اختیار من گذاشتید، مختصرا همینطور که دوستان خبر دارن، اولین جلسه پایه‌گذار انجمن جمهوری خواهان ایران پاریس حدود 4 ماه پیش برگزار شده بود. در اون جلسه منشور سیاسی انجمن و اساسنامه انجمن که تنظیم کننده مناسبات درونی انجمن هستش و اهداف عمومیش تدوین شد، تصویب شد، شورای هماهنگی انتخاب شد و در این فاصله شورای هماهنگی فعالیتهایی داشت، انجمن به همچنین. در ادامه این فعالیت‌ها امروز نخستین همایش انجمن جمهوری خواهان ایران در شهر پاریس برگزار شد. طی این نشست علاوه بر گزارشی که شورای هماهنگی از فعالیت‌های این دوره داد،
دوستان جمهوری خواه ما در امریکا از طریق اینترنت پیام دادند، در مباحث ما شرکت کردند و سپس بر پایه ارزیابی از این مرحله از فعالیت انجمن، انجمن وارد دستور کارش شد و اهداف برنامه‌ای و مجموعه وظایفی که انجمن ظرف یک سال آینده در مقابلش قرار داره در زمینه‌های گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و به تناسب وظایفی که در مقابلش قرار گرفت گروه‌های کاری مختلفی در زمینه نظری، در زمینه حقوق بشر و دفاع از اعتراضات مردم ایران در راه کسب حقوقشون، در زمینه هنری، در زمینه مالی و غیره غیره بحث شد، گروه‌های کاری تشکیل شد.